انتقادات بی‌رحمانه از مسی در روز تولد 32 سالگیش. لیونل مسی در روز تولد 32 سالگی خود کنایه‌های غیرمنتظره از طرف لوئیس فان گال دریافت کرد. سرمربی سابق بارسلونا مسی را مقصر اول ناکامی‌های اخیر آبیاناری‌ها می‌داند. برای معلومات بیشتر تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و اگر در کانال ما جدید هستید لطف کرده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامت زنگ را فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. لیونل مسی را با 5 توپ طلا و 6 کفش طلا در کارنامه اش خیلی ها بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می دانند. در آرژانتین و دیگر نقاط دنیا هنوز بر سر این که او بهترین بازیکن تاریخ است یا مارادونا یا پله و رونالدو اختلاف وجود دارد. فوق ستاره بارسلونا 32 ساله شد و در حالی که همه تمرکزش روی کوپا امریکا و بازی یک چهارم نهایی برابر ونزوئلا است. مسی در فصلی که گذشت نتوانست به همه اهدافش با بارسلونا دست یابد. او در لالیگا کمک کرد بارسلونا قهرمان شود ولی در کوپا دل ری و لیگ قهرمانان ناکام ماند و گل‌های او کمکی به تیم کاتالان نکرد. در آخرین قهرمانی بارسلونا در لیگ قهرمانان بیش از 4 سال می‌گذرد و مسی نتوانست به وعده‌ای که ابتدای فصل گذشته به هواداران داده بود عمل کند. لوئیس فان گال سرمربی هلندی سابق بارسلونا در مصاحبه جنجالی با آلپایس به مسی تاخت و او را یکی از مقصرین اصلی ناکامی‌های چند ساله بارسلونا در لیگ قهرمانان دانست. شاید کمتر کسی تصور میکرد که سرمربی سابق بارسلونا این چنین علیه مسی مصاحبه کند و در مورد اهمیت بازی تیمی و قدرت انفرادی فوق ستاره ها گفت. با بارسا نگاه کنید، این تیم چند لیگ قهرمانان با بازیکنانی که او را بهترین در تاریخ میدانند برده. نیمار و مسی فوتبالیست های با خلاقیت های انفرادی هستند. هر دو از نگاه من بازیکنان خوبی هستند ولی نه بازیکنان در خدمت تیم و بازی گروهی. در بازی های گروهی هیچ بازیکنی مثل بازیکنان در خدمت تیم اهمیت ندارد. لوئیس فان گال در مورد مسی و لیگ قهرمانان چنین گفت: من باور دارم مسی باید از خود سوال کند که چطور ممکن است از سال 2015 نتوانسته با بارسا فاتح لیگ قهرمانان شود. او گفت: من از مسی به عنوان یک بازیکن با خلاقیت های منحصر به فرد انفرادی خوشم می آید و آمارهای او نیز خارق العاده اند. بله، من از مسی خوشم می آید، ولی چرا بارسا با او 5 سال از فاتح لیگ قهرمانان نشده؟ او به عنوان کاپیتان باید از خود سوال کند که چرا بارسا در اروپا موفق نمی شود. بارسا یک تیم فوق‌العاده در اختیار دارد. چه کسی می تواند بگوید راکتیچ، کوتینیو، آلبا، ترشتگن و یا ویدال بازیکنان بدی هستند؟ باور دارم مسی هم بنابه خود مقصر ناکامی های بارسا در لیگ قهرمانان است و آنچه که در این چند سال بر سر بارسا در اروپا آمده است. این مربی در مورد بازگشت نیمار با بارسلونا چنین گفت: باید دارم که نیمار وقتی در بارسا بود برای مسی بازی میکرد. من هیچ چیز علیه نیمار ندارم و او را فوتبالیست فوق‌العاده میدانم، ولی در پی اس جی او برای تیم بازی نمیکند. باور دارم او و مسی باید برای تیم بازی کنند. و در اخیر این مربی در مورد وابستگی بارسلونا به مسی چنین گفت: بارسا مجموعه ای از 30 بازیکن خوب است و باور دارم این مسی است که باید خودش را با تیم هماهنگ کند و نه برعکس. گواردیولا زمانی که در بارسا بود تاکتیک ها را به نفع تیمش اجرا میکرد، ولی مربیان بعد از او در بارسا پیش از حد به مسی وابسته شدند و روح اتحاد تیمی را از بارسلونا گرفته است. گواردیولا البته با کمک مسی توانست فاتح همه جام ها شود، ولی این مسی بود که در خدمت ایده های پپ گواردیولا بود. این تفاوت بارسای گواردیولا با دیگران است. این مسی است که خودش را وفق تاکتیک های گواردیولا کرده بود، نه گواردیولا. از نظر شما آیا انتقادات لوئیس فان گال واقعیت دارد یا خیر؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.